خب دوست عزیز، شما را باز هم خسته نباشید، مانده نباشید میگم. خدا کنه که جور صحت و سلامت باشین هر جایی که هستین. دیگه دوستا درخواست داشتین که یگان ریتما بر ما پلی بکو یا ریتم ببان که ما کتش بنوازیم. دوستایی که ارمنیه دارن دسترسی بر کیبورد ندارن یا بر اپ ریتم ندارن یا یگان ریتما ندارن یا تبله نواز نیست کتشان، میتونین که از این ریتما استفاده کنین. ما هر ریتم در سه قسمت برتون تنظیم میکنم، سه دقیقه ثبت میکنم، ریکارد میکنم. دیگه شما میتونین ریتم مثلا اینی را افت برشت از مغولی است برتون اول ای را درست میکنم، بعد از ریتم قطغنی، ریتم دادره، ریتم گده، دیگه ریتم های بندری برتون درست میکنم که بتونین امرایش که ترمینیه کسایی که دسترسی به ریتم ندارن از یک پلی کنن و قطع از او بخوانن. این تمپوی از تمپوی 80 ما یک دو دقیقه سیر قبرتان پلی میکنم، باز تمپویش 110 میسازم، باز 120 میسازم. در این قسمت براتون اگر آهنگای آرام کته از انیمی ریتم مغولی یا هفت برشت که داشتیم در لیست ما، میتونین که اون لای 100 مثلا اگر لای 80 از 80 استفاده کنن، 110 110 را 120 از 120 یک 5 تا پایان بالاش فرقی نمیکنه. دیگه از اینجا به خیر شروع میکنیم. ریتم مغولی را من به خاطر از اون نمی نوازم، آکوردش هم پلی نمی کنم و دیگه صحبت هم نمی کنم به خاطر از این که شما فقط ریتم بشنوین. خلاص، موفق باشین. خب در تیمپوی 80 امتحانش کردیم، این حال در تیمپوی 110 برتون پلی میکنم. یکان خواندنه مست هم میتونین که در این تیمپو کتش کار بکنین.
خب 110 بود، این حال 125 می سازمش. 125 به یکوان آهنگک های مست میتونین کتش تمرین کنین. به مخاطر من آکورد پلی نمی کنم که دیگه از هر گام راگی که خودتان خواستین دمو خودتان بخوانین. اگر آکورد پلی کنم باز ممکن است از دیگه جای بخوانین، آکورد ما دیگه جای باشه. خوب خدا کنه که به کارتان بیایه، به درد کارتان بخوره، که تزینه می خواندن که مست و متوسط و آرام تمرین کرده برین. ما به زودتری فرصت انشالله که ریتمای قطغنی را برتان می نازم، ریتمای دادره را و نمیتوستی سی قسمت هر کدامش برتان می نازم که امرایش پلی کنین و تمرین کنین، که ترمونیا، که تکیبور، در چیزی که داشتین. اگر دسترسی بر از ریتم نداشتین میتونین فعلا که تزمی چند ریتمی که برتان میندازم استفاده کنین. موفق باشین.